ما روز گذشته تا امروز 1076 نفر مجموع افراد جدیدی است که به هر حال بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی ابتلای اونها به بیماری کووید 19 در سراسر کشور به نوعی محرز شده. آخرین آمار کرونا در ایران 145 مورد مرگ و 8823 مبتلا. دولت تلاش می‌کند شهروندان را از سفر کردن باز دارد. سازمان بهداشت جهانی میگوید مدیریت بحران را باید بالاترین مقام هر کشور در دست بگیرد. از میهمان برنامه میپرسیم که ایران برای برخورد همه جانبه با بحران کرونا در عالی‌ترین سطح چه باید بکند. همچنین در برنامه امشب سایه سنگین کرونا بر اقتصاد ایران، کدام بخش ها بیشترین آسیب را دیدند؟ گزارش های تایید نشده از حبس خانگی سه شاهزاده سعودی. رسانه های آمریکایی میگویند که محمد بن سلمان در پی تحکیم بیشتر قدرت خود است. و شمارش معکوس برای آغاز مذاکرات صلح طالبان با دولت افغانستان. اشرف غنی میگوید هیئت مذاکره کننده دولت تا سه روز دیگر آماده گفتگو می شود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. اگر در ایران هستید و نگران شیوع ویروس کرونا، احتمالاً حرفای نماینده سازمان جهانی بهداشت برای شما دلگرم کننده است. کریستوفر هاملمن گفته که کارکنان بخش‌های درمانی در ایران در مبارزه با ویروس کرونا پیشرفت زیادی داشتند. طرف دیگر ماجرا این است که در 24 ساعت اخیر شمار قربانیان به 145 نفر رسیده و شمار مبتلایان هم از 5800 گذشته. آن هم بر اساس آمار رسمی که بسیار کمتر از آمارهای واقعی تخمین زده می شود. در کره جنوبی، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا و ده ها کشور دیگر همچنان شمار قربانیان و مبتلایان در حال افزایش است. آیا گرم شدن هوا بنیان این ویروس را خواهد کند؟ اقتصاد جهان در تنگناست. کدام بخش های اقتصادی ایران بیشتر در معرض تأثیرات این ویروس است؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی ببینیم از مجید افشار. بسیج عمومی در تهران برای مقابله با کرونا. شاید کمی دیر، اما حالا سازمان آتش نشانی هم به این کارزار پیوسته تا شاید بتواند از شیوع ویروس جلوگیری کند. از ماشین و مغازه گرفته تا مردم کوچه و خیابان ضد عفونی می شوند. البته با حضور ده ها خبرنگار و دوربین. اما علارغم همه این تلاش ها، آمار مبتلایان همچنان رو به افزایش است. روز گذشته تا امروز 1076 نفر مجموع افراد جدیدی است که به هر حال بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی ابتلای اونها به بیماری کووید 19 در سراسر کشور به نوعی محرز شده. 5823 نفر از آغاز ردیابی این بیماری در کشور تا امروز بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به طور مسجل به این بیماری مبتلا بودند. با آزمایشگاه ابتلای اونها رو تایید کرده که از این جمع متاسفانه 147 نفر در مجموع تا ظهر امروز در اثر ابتلا به این بیماری درگذشتند. در زمان نمایندگی سعی می‌کنم که فاطمه رهبر نماینده منتخب تهران از آخرین قربانیان این ویروس. بعد از قم و تهران حالا وضعیت استان گیلان هم قرمز شده. نماینده رشت دیروز از وضعیت وحشتناک این استان در شیوع ویروس کرونا گفته بود. این عکس ها نمونه کوچکی از وضعیت یکی از بیمارستان های این شهر است. جایی برای نگهداری بیماران نیست. وقتی که پرسنل جانشون رو کف دستشون میذارن حضور دارن. و این هم صحبت های یکی از سرپرستاران بیمارستان رازی رشت که از کمبود امکانات میگوید. اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام هرس و جوش لباس رو داشته باشم. لباس باید به وفور باشه. مدارس تعطیل شد، یه دزدم به جاده و رفتم مسافرت. اتفاق عجیبیه. یعنی تلویزیون دولتی ایران همچنان از مردم میخواهد در خانه هایشان بمانند و سفر نکنند. من خواهشی که از مردم دارم استدعامونی که اصلا از خونهشون بیرون نرن، امسال مسافرت نرن. اما این توصیه ها ظاهرا به گوش بسیاری خوش نیامده. این وضعیت یکی از جاده های منتهی به استان های شمالی کشور. این مسیریه که اینجا به طور کامل مسدوده. این مسیر بالاخره بعد از هفته ها کشمکش و نگرانی، برگزاری نماز جماعت در مساجد کشور هم تا اطلاع ثانوی لغو شد.
این نگرانی به ایران محدود نیست. کشور همسایه عراق حالا گفته مرزهایش با ایران را به کلی می‌بندد و طرح لغو ویزا بین دو کشور را که قرار بود به زودی اجرایی شود کنار می‌گذارد. از همه عراقی‌هایی که مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند می‌خواهیم که تا 15 مارس به کشور برگردند. بعد از این زمان تمامی مرزهای ما حتی به روی شهروندان عراقی بسته خواهد شد و آنها تنها می‌توانند از فرودگاه‌های بغداد، بصره، نجف و اربیل استفاده کنند. ما مرزهای زمینیمان را برای تجارت با ایران و کویت از فردا 8 مارس تا 15 مارس می‌بندیم. این تصمیم با توجه به تحولات مربوط به ویروس کرونا در آینده بازنگری خواهد شد. تعداد کل مبتلایان به این ویروس در جهان حالا به مرز 104,000 نفر رسیده. چین با بیشترین مورد ابتلا تا حدودی موفق به مهار این ویروس شده. امروز گفته شد 17 مورد جدید ابتلا به این ویروس در ایالت گانسوی چین از ایران وارد این کشور شدند در طول یک هفته گذشته. حالا کمتر کشوری در دنیا باقی مانده که موردی از ابتلا در آن گزارش نشده باشد. سازمان جهانی بهداشت اما هنوز معتقد است کشورها می توانند با تدابیر مهار کننده از گسترش این ویروس خودداری کنند. با افزایش موارد ابتلا ما همچنان از کشورها می خواهیم مهار ویروس در اولویت کارهایشان باشد. تنها راه ما برای شکست این ویروس همکاری است. این از همان ابتدا پیام سازمان جهانی بهداشت بوده و خواهد بود. با درگیر شدن کشورهای بیشتر فرودگاه ها هم خلوت‌تر شدند. ترس از ابتلا و قرنطینه 14 روزه‌ای که بسیاری از کشورها با جدیت اعمال می‌کنند بسیاری را از فرودگاه‌های همیشه شلوغ دنیا دور نگه داشته. مجید افشار، بی بی سی. دکتر معاون رضوی، استاد دانشگاه براندایز از بوستون که متخصص سیاست‌گذاری نظام سلامته و تجربه مشاوره وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه هم داره، به برنامه پیوستن. آقای دکتر، ارزیابی سازمان بهداشت جهانی نشون میده که گویا سازمان وزارت بهداشت درمان به خوبی عمل کرده در روزهای اخیر. آیا این میتونه نشانه کارایی مدیریت کلان در ایران تلقی بشه؟ ممنون از وقتی که برنامه در اختیار من گذاشت. من احساس میکنم همکارایی که مثل من فکر میکنن یه مقداری باید به توافق برسن که برنامه کم بیشتر از موضوعی پزشکی و مراقبت‌های فردی برگرده به اینی که تصویری کلانی که میخوایم به بیماری نگاه کنیم به چه صورت هست. ببینید، قبل از هر هیاهو و چیز دیگه اجازه بدید به واقعیت‌ها نگاه کنیم، چون کار علمی رو بدون استفاده از فکت و واقعیت نمیشه و نباید کرد. واقعیتی که الان جلوی چشم همه هست اینه که این بیماری درمان نداره. در واقع بیماری ویروسی هیچ کدوم درمان نداره. خب این هم مستثنا نیست. کما اینکه دنیا با همه علم و تکنولوژی پولی که خرج کرده بیشتر از 20-30 ساله که درگیر ویروس ایدز و هنوز درمانی وجود نداره. تنها شانس پزشکی مقابله و گرچه نهادهایی که در تولید واکسن دارن کار میکنن یکی از رکوردهای جهانی از لحاظ سرعت رو دارن ثبت میکنن، در بهترین حالت در واقع این تست هایی که روی انیمال ترایال متاسفانه صدای آقای دکتر رضوی رو خیلی خوب نمیشنویم. به محض اینکه ارتباط فنی ما اصلاح بشه حتما با آقای دکتر رضوی صحبت میکنیم. فعلا البته پل هانتر از دانشگاه ایست انگلیا از چشر با ما هستن. آقای هانتر متخصص بیماری های عفونی است. آقای دکتر هانتر، گفته میشه که با گرم شدن هوا ممکنه که این ویروس ریشه‌کن بشه. بسیاری از ویروس های مشابه با گرم شدن هوا محدود میشن. چقدر موافقین؟ آیا گرم شدن هوا روی ویروس کووید 2019 اثری خواهد داشت؟
بله بله، رابطه میتونه بین گرم شدن هوا و ویروس وجود داشته باشه. تا وقتی گرما به نیمکره شمالی نیاد جواب قطعی شما رو نمیتونم بدم، اما ویروس های مشابهی هستن که به همین شکل فصلی رفتار میکنند. معمولا میبینیم که این گونه ویروس ها معمولا در فصل های آخر پاییز یا زمستون از همه بیشتر فعال هستند. بله، محتمل هست هوا گرم بشه این ویروس بره. معمولا در سالهای اول یک اپیدمی مانند این ویروس ها به شکل همیشگی خودشون رفتار نمی کنن. برای همین باید صبر بکنیم، ولی این احتمالی که شما میگید بله وجود داره. آی دکتر، تا تولید واکسن چقدر فاصله داریم؟ میدونیم که در آزمایشگاه های متعدد در اقصا نقاط جهان پزشکان بر روی این موضوع کار میکنند. بله، من یک مقاله خودم اخیرا خوندم که میگفت در حال حاضر 11 تیم مختلف دارن بر روی یک واکسن کار میکنم. من فکر میکنم این روزها تولید یک واکسن بخش مشکل قضیه نیست. بخش مشکل مسئله این هست که بتونیم نشون بدیم این واکسن ها امن هستند و کار میکنند. بنابراین وقتی شما یک واکسن رو تولید میکنید، باید بتونید خود واکسن رو آزمایش بکنید و این آزمایش ها هستن که زمان میبرند. من شخصا فکر نمیکنم که ما بتونیم یک واکسن رو در بازار تا طرفای سال 2011، اوایل سال 2021 ببینیم، و این هم الان در این فصل به ما کمک نخواهد که اگه ما همچنان شاهد ادامه این ویروس باشیم، فکر نمی کنم که اون واکسن بتونه کمکی بکنه. در چین شمار مبتلاها رو در حد کمی بالاتر از 80 هزار نفر نگه داشتند. این نشانه است از کنترل این بیماری از محل مبدا؟ ما فکر نمی‌کنم بتونیم بگیم که ما تا وقتی کاملا این ویروس ریشه‌کن نشده نمیتونیم بگیم که کنترل کامل رو برقرار کردیم. بله، مسلمه چینی‌ها به خوبی عمل کردند و جلوی شیوع ویروس رو در جمعیت خودشون گرفتن و در طول هفته‌های مختلف تونستن که ویروس رو داخل اون مبدا خودش در اون ایالت نگه دارند. متاسفانه این ویروس الان در سراسر جهان شایع شده و میتونیم از این بابت منتها از چینی ها خوشحال باشیم، به خاطر اون چند هفته اضافه ای که برای ما خریدن تا اجازه ندن که این ویروس با اون سرعت شیوع پیدا بکنه. به ما این فرصت رو بدن، به نظام های درمانی کشورهای مختلف این امکان رو بدن که بتونن خودشون رو آماده کنند. و در نهایت بسیاری از کشورها با این بیماری بیشتر از گذشته دارن، بیشتر از روزهای قبل دست و پنجه نرم میکنند. بعضی از ارزیابی ها خیلی بدبینانه است، میگن که ممکنه میلیون ها نفر در سراسر دنیا درگیر این بیماری بشن و شاید هزاران نفر هم بمیرن. شما چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم این اعداد ارقامی که گفتین، این برآوردهایی که گفتین منطقی هستند، ولی ما نمیدونیم تا وقتی با مقطع نرسیم که اوج شیوع این ویروس چقدر خواهد بود در سراسر جهان. اگر بخوایم راجبش حرف بزنیم، من فکر میکنم که صدها هزار نفر، شاید هم میلیون ها نفر علائم حاد این بیماری رو، این ویروس رو نشون بدن، و ما نمیدونیم الان که تعداد کسایی که از این قبل فوت بکنن چند نفر خواهند بود. در انگلستان بعضی ها حتی گفتن که شاید تا 300 هزار نفر فوت کنند بر اثر این ویروس، ولی خب به نظر من این اون سناریوی خیلی بد هست و احتمالاً این رقم خیلی پایین تر خواهد بود، شاید حدود 100 هزار نفر، ولی این هم بازم حدس من هست و هنوز دقیق نمیشه گفت. و در نهایت میشه تصور کرد که تمام جهان، کشورهای متعدد، صرف نظر از اختلافات سیاسی که دارن، صرف نظر از مرزهایی که کشورها رو از هم جدا میکنه، وارد یک اقدام مشترک و جمعی بشن برای مبارزه با این ویروس؟
مسئله این هست که تا حدی مسئله تا اون حد اراده سیاسی کشورها نیست. مثلا اینه که واقعا اون اقدامی که شما میگین چه اقدامی میتونه باشه. وقتی شما در مسئله خدمات و درمان عمومی کار میکنین، بعد به تمام مسائل دیگه زیربط هم فکر بکنیم. اگر مثلا ما تمام تجارت ها و سفرهای خارجی رو یه دفعه قطع بکنیم، دچار مثلا کمبود غذا میشیم، یه مشکل دیگه رو به وجود میاریم. برای همین ما همیشه باید سعی کنیم تعادل برقرار بکنیم بین جلوگیری از شیوع ویروس، ولی در عین حال آنچنان آسیب هم نزنیم به جمعیت‌های مختلفی که در خطر این گونه ویروس ها قرار داریم. من فکر میکنم در بسیاری از کشورها، حتی در بریتانیا، ما الان داریم وارد مرحله اون چه مرحله میشیم که اسمشو مرحله تأخیر دادن گذاشتیم. یعنی که دنبال نیستیم که لزوما جلوی شیوع ویروس رو بگیریم، ولی هدفمون هستش که جلوی شتاب شیوع ویروس رو بگیریم تا فشار کمتری به نظام درمانی ما بیاد، ما بنز کافی پرستار، دکتر و بیمارستان داشته باشیم که بتونیم این خدمات رو همچنان به افراد مبتلا ارائه بدیم. و اون فرق میکنه با کاری که تا الان ما کردیم. تا الان کاری که ما کردیم این است که موارد ابتلا رو شناسایی بکنیم و بعد جلوی شیوع اونها رو به قسمت‌های دیگه جمعیت بگیریم. و در نهایت اگر نگاه بکنیم به آنچه که الان در جهان در حال رخ دادن هست، آنچه که تا حالا از دولت‌ها، بریتانیا، آمریکا، کشورهای متعدد، چین دیدیم، چقدر این اقدام ها از نظر شما به عنوان یک متخصص دلگرم کننده است؟ همونطور که گفتم، ما الان در نقطه هستیم که ما نمیتونیم جلوی این اپیدمی رو بگیریم، نمیتونیم جلوی شیوع این ویروس رو بگیریم، نمیتونیم جلوی شیوع این ویروس رو در دنیا بگیریم. کاری که ما الان سعی باید بکنیم که انجام بدیم این است که این شیوع ویروس رو مدیریت بکنیم، به طوری که بتونیم اطمینان حاصل بکنیم که اون آثار زیانبار شیوع این ویروس رو جلوش بگیریم. مثلا کمتر بکنیم تعداد تلفات رو، کمتر بکنیم تعداد کسایی که آسیب پذیر هستن نسبت به این ویروس، و بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که جوامع ما بتونن همچنان مثل همیشه کار بکنن، حتی اگه خیلی اوضاع بدتر از این بشه. ممنونم از دکتر پل هانتر از دانشگاه ایست انگلیا از شهر چشل با ما. مشغول صحبت کردن با دکتر معاون رضایی بودیم، استاد دانشگاه براندایس که متخصص سیاست‌گذاری نظام سلامت هستند. آقای دکتر، شما می‌فرمودید من سوال من این بود که سازمان، یکی از نماینده‌های سازمان جهانی بهداشت، ارزیابی دلگرم کننده ای داشته از آنچه که در ایران در مبارزه با این ویروس در حال انجام شدنه. از شما ارزیابیتون رو از مدیریت کلان و کارایی مدیریت کلان در ایران در این زمینه پرسیدم. صدای منو دارید شما این دفعه واضحه؟ بله بفرمایید. بذارید به واقعیت ها نگاه کنیم. مهمون برنامه‌تون راجع به چند تاش صحبت کرد، من خیلی سریع واقعیت ها رو میگم. ما واکسنی در چشم‌انداز نداریم، حداقل تا 6 ماه یک سال دیگه، و درمانی هم وجود نداره، کما اینکه ایدز یا بیماری ویروسی 30 سال هنوز درمان نداره، تعارف نداریم. خب واقعیت دیگه‌ای که هست که خیلی تکون دهنده اینه که ایران یک کشوری با جمعیت بسیار جوان. ببین میانه سنی ایران 30 ساله در مقابله با کشور دیگه‌ای که شرایط بدی داره مثل ایتالیا 46 ساله. تو ایران نصف جمعیت زیر 30 سال هستن، یعنی به طور طبیعی اینا مسئول هستن و هیچ اتفاقی نباید براشون بیفته. تو ایتالیا 50% نصف جمعیت بالای 46-7 سال هستن، یعنی علل قاعده اگر که سیستم کنترل ما درست کار میکرد، ما باید نصف یا یک سوم مرگ و میر مثل ایتالیا رو داشته باشیم. درست؟ از طرفی از لحاظ سرعت شیوع، ما سرعت از 0 تا عدد 4-5 هزار امروز رو ظرف کمتر از 4 هفته رفتیم. این سرعت رو چین به نسبت جمعیت 1,200,000,000 نفرش که هنوز به 80-90 هزار نرسیده 3 ماهه رفته. اینا واقعیت هایی که نمیشه کتمان کرد، ضمن این که باید قدردانی هم کرد از کاری که تا الان انجام شده. احساس من اینه که در سطح کلان یک برنامه خیلی جدی
برای تاسک فورس باید تعریف بشه که این قضیه ارتقا پیدا کنه از لحاظ سیاسی و از لحاظ اتوریته اجرایی. مقام ها میگن که کار لازم رو کردن، به این معنا که این تاسک فورس یا این گروه کاری که شما بهش اشاره کردید اونها تشکیل دادن، ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا رو مثلا تشکیل دادند. چه کار بیشتر از اون میشه کرد؟ ببینید این ستادی که تشکیل شده من احساس میکنم که یک مقدار عجله‌ای بوده، یعنی به واسطه فهمی که از سایز قضیه داشتن. الان که در واقع این انورمیتی و سایز قضیه روشن شده، شما میتونید بفهمید که دیگه اون راه حل سایزش از این مسئله بسیار کوچیک. سازمان بهداشت جهانی WHO به کشورها داره میگه که واگذاری این کار به وزارت بهداشت کار بسیار اشتباهیه. وزارت بهداشت اصلا منابعی نداره که بتونه مسائل کلان رو کنترل کنه. این وزارت بهداشت در حیطه نظام سلامت میتونه بهترین کار رو انجام بده که داره میده، بیشتر از این هم دیگه توانشون نداره. مسئله اینجاست که بخشای دیگه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی باید به اندازه وزارت بهداشت بسیج بشن. ببین نگرانی من اینه که ما بحران ارزی دو سه سال آینده رو داشتیم، دقیقا در زمانی که رئیس بانک مرکزی تشریف بردن شمال برای مسافرت، توی اون دوره کوتاه بازار از کنترل خارج شد. این باید در واقع فتیله گوش آقایون باشه که کوچکترین درنگی به این بیماری که با سرعت نمایی داره پخش میشه میتونه مرگبار باشه. این در واقع این ستاد باید جدی گرفته بشه، خب به منابع کافی هم بهش داده بشه. مشاورای دانشگاهی رو باید به کار دعوت کنن و اینا رو توی اتاق فکر خیلی مجهز و مجلل یک جایی که اینا انگیزه داشته باشن بعد از یک سال کار پرتلاش ایام عیدشون رو بذارن اونجا و تمام توان فکرشون رو بذارن. خب آقای رضایی، فکر میکنید که اینا در مدت زمان کوتاهی که شما هم بهش اشاره میکنید قابل انجام هست؟ از یک طرف زمان محدوده، از یک طرف کار بسیار وسیع و گسترده است. کار وسیع گسترده نیست. ببینید مسئله چیه، تو دنیا الان دارن میگن که چطوری با how to do more with less، یعنی چطوری با امکانات کمتر کارهای بیشتر انجام بدید. ببینید درمان وجود نداره، واکسن وجود نداره، کاری که شما باید بکنید بهره وری سیستم رو ببرید بالا و تنها روشی که میتونید بهره وری سیستم رو ببرید بالا برای جلوگیری از مرگ و میر باید سیستم تریاج پیشرفته داشته باشن که بر اساس اطلاعاتی که الان ایران نشسته روی گنجی از اطلاعات و به راحتی بچهای توی دانشگاه شریف امثاله هم میتونن یه سیستم هوش مصنوعی روی این پیاده کنن و در واقع ریسک مرگ و میر شخصی که بیمار شده رو بهش بدن و اشخاصی که توی ریسک بالاتر هستن رو بذارن توی اولویت ببرن بیمارستان. قبل از اون کاری که باید انجام بدن، خیلی خوب، همین افرادی که در اولویت قرار دارن بر اساس آمار و ارقامی که همین الان در اومده چند نفرن؟ ده ها نفر، صد ها نفر، هزاران نفر و شاید صد ها هزار نفر. ببینید ما تو دانشگاه کار علمی میکنیم و کاری رو میکنیم که جواب داده. الان از روش های پیشگیری پردیکتیو آنالیتیکس توی مثلا فرض کنید که اتاق عمل داره استفاده میشه، مریض بیماری قلبی اگر اون در سیستم هوش مصنوعی بگه که این ریسک مرگ و میرش بالای 40% هست، اصلا روش عمل کردنش و ارگانیزیشنی که چجوری میخوان عملش کنن کاملا زیر رو میشه. همون کار شما میتونید بکنید تو کسایی که بیمار هستن و دارن وارد مرحله اندستیج میشن و بلافاصله نیاز به اینتوبیشن و اکسیژن و مراقبت‌های بیمارستانی دارن. خب اینا کارهایی که قابل انجام، فقط انضباط میخواد. الان سیستم من این بود که در کشوری مثل ایران با 85 میلیون جمعیت ما از چه نسبتی داریم صحبت میکنیم، از چه تعدادی صحبت میکنیم که بیماران در خطری هستن که ممکنه با کرونا وضعیتشون وخیم بشه و اینها رو همه رو در بیمارستان جا بدیم بر اساس راه حل شما؟ نمیتونیم. ببینید عدد 5000 آدم درگیر که از اونا حتی اگر مثلا 20%شون هم نیاز به مراقبت بیمارستانی داشته باشه، 1000 تا تخت نزدیک به آی سی یو جدی فقط برای بیماری های عفونی میخواد. ما نداریم، ما این تعداد رو الان نداریم.
خب بنابراین شما باید یه تریاج خیلی منضبط داشته باشید که ببینید که کیا ریسکشون بالاترینه. ببینید یه مریض 26 ساله ای که خب سرفش ممکنه شدید باشه و یک نفری که بیماری پیش زمینه‌ای داره و سنش بالای 65 سال هست، اون مدل آماری شما کمتر از چند ثانیه به شما میگه که کی تو اولویت بالاتره و تخت باید به کی داده بشه. این مسئله مسئله تکنیکیه. ببین مسئله قبلش همینطوری که مهمون دیگه‌تون اشاره کرد، شما باید شیوع رو کنترل کنید و کنترل شیوع اون چیزی که برمیگره به این اتاق فکری که من دارم راجعش صحبت میکنم. اونجا باید شما مشاور حمل و نقل و برنامه‌ریزی شهری داشته باشید، اونجا باید مشاور بازار کار داشته باشید، مشاور اقتصادی داشته باشید، مشاور امنیتی از وزارت خارجه، کمیته امداد بهزیستی. ببینید یه مشکلی که الان دقت نمیشه اینه که شما اون مدل آماری که من راجع به صحبت میکنم اگر بذارید اجرا بشه، اون تو به راحتی میگه یکی از فاکتورهای پیشبینی مرگ و میر و طولانی شدن دوره بیمار وضعیت اقتصادی اجتماعی مریضه. اینا کسایی هستن که ما میشناسیمشون خب، و بعضی هاشون نمیتونن قرنطینه کنن به دلیل اینکه به مایحتاج روزانهشون و درآمد روزانهشون نیاز دارن. دولت حداقل کاری که میتونه بکنه به 4 یا 5 دهک اول همین دیروز از محل حتی چاپ کردن پول به حساب اینا بریزه و به اینا اطمینان خاطر بده که نگران معیشتشون نباشن و اگر سفر غیر ضروری از جنوب شهر برای تمیز کردن یه ساختمون توی نیاوران دارن میرن این کارو نکنن. اینا یه حداقل چیزاییه که شدنیه. این مشکل من اینه بس. که توی ایران سیاست اقتصادی دست بانک مرکزیه که تو پارانوید به سر میبره به خاطر اینکه فقط یک متغیر اقتصادی نرخ دلار رو اینا اومدن تارگت کردن و هدف کردن و از این وحشت دارن. آقای همتی و بانک مرکزی به نظر من و همکارای من داره از ترس مرگ خودکشی میکنه. ایران الان در شرایطی هست شما البته به حل های متعددی اشاره میکنید، یکیش مثلا حمایت مالی از اقشار کم درآمد هست. ما میدونیم البته دولت مشکلات زیادی داره، بحث کسر بودجه هست، کمبود و یا محدودیت شدید منابع مالی هم هست. حالا این مواردی که شما اشاره کردید در مدت زمان کوتاه قابل انجام هست یا نیست؟ همین مدل آماری که شما اشاره کردید تا جایی که برمیگرده به اقشار کم درآمد جامعه مدت‌ها طول کشید که تونستن یه حساب و کتابی بکنن در زمینه مثلا واریز کردن یارانه ها. سوال من اینه که در مدت زمانی که به نظر میاد مدت زمان زیادی نیست، اینها قابل انجام هست، کی باید این کار رو بکنه؟ گفتید که وزارت بهداشت درمان متولی نیست، کاری هم که داره انجام میده در همین حد از دستش برمیاد. بانک مرکزی باید اطمینان بده که منابع اقتصادی برای کنترل بیماری و کلاپس کردن اقتصاد وجود داره. این بیماری تا حداقل 3-4 ماه دیگه مهمون ماست و اینکه فکر کنیم آفتاب و هوای گرم مسئله رو حل میکنه، این به نظر من این تفکر مسمومیه. خب بانک مرکزی در شرایط نرخ بهره نزدیک به صفر الان به راحتی میتونه یک پروپوزال دریافت وام از بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی یا جاهای دیگه که با نرخ بهره ارزون وام میدن در اختیار بذاره. این کار ایمیدیتلی انجام بده قبل از اینکه ایام عید برسه و بر اساس قولایی که میگیره شروع کنه منابع ریالی رو در اختیار گذاشتن. و شما نمیتونید با یک مسئله ای که داره آمار مرگ و میر رو روزی 100 نفر و آمار ابتلا رو روزی 500 یا 1000 نفر اینطوری که تو هفته گذشته بوده تی کنید به صورت لایک پشتی. این یه تاسک‌فورس جدی میخواد تا فاجعه نشده. وقتی مسئله در اختیار گرفتن منابع مالی از منابع خارجی میاد، میدونیم مشکل زیاده، مشکل یکی دوتا نیست. ارتباط بانکی ایران با کشورهای مختلف جهان تقریبا مختل هست، بخشش به خاطر محدودیت سویفت، بخشش به خاطر اینکه مثلا FATF تصویب نشده و بخشش هم به خاطر تحریم ها. از نظر شما این اصلا عملی هست اینکه برن از بانک جهانی وام بگیرن یا مثلا از یک کشور دیگه و بعد به این شکل عمل بکنن؟ اساسنامه بانک جهانی به عنوان سیستر اورگانایزیشن UN یکی از بخشای UN، ایران اونجا سهم داره، سهم سالیانه‌شو داره میپردازه، حق داره که بگیره.
بانک جهانی IMF خودشون اوردی چند صد میلیارد دلار پول گذاشتن اونجا. این رو دریافتش کنن، رفتن به بانک نداره، بانک جهانی مطمئنه اگر وام رو بخواد اعطا بکنه روش پرداختش رو به ایران میتونه بگیره و کشورهای مثل امریکا و اروپا هم تو این شرایط بحرانی برای یک وام هدفدار محالی که بخوان ممانعت بکنن. بعد شما بانک توسعه اسلامی رو دارید، منابع رو دارید. ببینید ترس آقایون از این که ما الان میخوان این ذخایر ارزی رو نگاه ناموسی کنیم و مثل ما روش بخوابیم نذاریم خرج بشه، همون چیزی که من گفتم میشه مرگ، خودکشی از ترس مرگ. خب این اینو باید جدی بگیرن. ببینید اقتصاد اگر الان بهش پول تزریق نشه ممکنه واقعا به قهقرا بره و دیگه به هیچ وجه نشه جمعش کرد. بلکه از لحاظ روحی به مردم اطمینان خاطر میده، اعتماد رو فکر می‌کنه که در نهایت کمبود یا حالا عدم مدیریت منابع مالی یکی از مشکلات اساسیه برای سیاستگذاری در زمینه مبارزه با این بحران. خیلی ممنونم از دکتر معاون رضوی استاد دانشگاه. ما اتفاقا بحثی اقتصادی هم داریم که به اون هم خواهیم پرداخت، و اما نوروز در ایران بسیار از بنگاه های تجاری براش فرصتیه که نوروز فراهم میکنه که کسب درآمد بکنن. امسال اما خبر چندانی از رونق بازار رو نوروزی نیست. شیوع ویروس کرونا فعالیت های اقتصادی رو تا حد زیادی محدود کرده. همزمان اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین دوران خودش تحت تحریم های آمریکا قرار داره و حالا ابعاد رکود اقتصادی ایران ممکنه که عمیق‌تر از گذشته هم بشه. در این باره گفتگویی داریم. قبل از اون شیدا هوشمندی گزارش میده. برای تحلیل تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران خیلی زود است، چون هنوز اطلاعات اقتصادی پایه و آمار فصلی زمستان جمع‌آوری و منتشر نشده. با این حال از روی نشانه‌ها و روندهای موجود میتوان برخی آثار اولیه شیوع کرونا را پیش بینی کرد. امروز 17 اسفند، اینم وضعیت فروش سفره هفت سین. کرونا باعث رکود کسب و کارهای مختلفی شده که نمونه آن کسادی بازار شب عید است. کاهش فروش کسبه اثر مستقیم روی درآمد مالیاتی دولت دارد. حالا خبر این است که درآمد نفتی دولت هم قرار است بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یابد. افت قیمت نفت که در نشست اخیر اوپک هم خبرساز شد، حالا بعد از تحریم جدیدترین تهدید علیه درآمد نفتی ایران است. قیمت نفت خام برنت امروز به بشکه 45 دلار رسید، یعنی افتی 9% در 24 ساعت. کرونا روی تقاضای جهانی انرژی اثر منفی گذاشته، از جمله روی نیاز چین به خرید نفت. حجم تجارت ایران با چین، نخستین شریک تجاری این کشور، در سال 2019 میلادی 23 میلیارد دلار بود. رقمی که به خاطر تحریم‌های آمریکا کمترین مقدار در یک دهه گذشته است. حالا ویروس کرونا هم ممکن است تجارت چین با ایران را کاهش دهد. در دوره‌ای که تحریم‌ها اقتصاد ایران را به شدت متاثر کرده، کرونا هم به محدودیت‌ها اضافه شده. مرکز آمار ایران هم رشد اقتصادی 9 ماهه اول امسال را حدود منفی 8% ارزیابی می‌کند. این برآوردها مربوط به قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران است. با در نظر گرفتن این متغیر جدید، حجم اقتصاد احتمالاً کوچکتر هم خواهد شد. رشد منفی اقتصادی در ایران با تورم دو رقمی همراه است. علاوه بر آن، کاهش میزان تولید ناخالص داخلی مسئله بیکاری را بحرانی تر کرده و چشم‌اندازی برای ایجاد مشاغل تازه دست کم در کوتاه مدت دیده نمی شود. تعطیلات نوروز زمانی است برای رونق گرفتن هتل‌ها و رستوران‌ها. صنایع جانبی در حوزه گردشگری و در مجموع بخش خدمات در اقتصاد ایران. اما امسال از رونق نوروزی خبری نخواهد بود. رشد بخش خدمات تا پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا منفی بود و به نظر می‌رسد حالا تا پایان سال و آغاز سال بعد این روند منفی با شدت بیشتری ادامه یابد. این هم گواه آن ویدیویی که یکی از مخاطبان بی بی سی فرستاده. روز جمعه 16 اسفند همه رستوران ها بسته. جمعه شب در یکی از مراکز توریستی در نزدیکی مشهد. ما در بعضی از فعالیت های اقتصادی تقریبا میتونم بگم که به رکود کامل داریم کشیده میشیم.
و اینها نگرانی بسیار زیادی دارن که خدای نکرده با مشکلات حادی از نظر اقتصادی روبروشن، مثل صنعت هتلداری، مثل رستوران های کشور، مثل دفاتر خدمات که بلیط دارن تهیه میکنن، خدمات مسافرتی یا کسب و کارهای کوچک بازار. بسیاری از کسب و کارهای بازار معمولا امیدشون همیشه به شب عیده. شیوع ویروس کرونا با فاصله کمی از بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF باعث شد دوباره نوسان‌های ارزی به راه بیفتد. دلار در هفته قبل به بالاترین نرخ در 6 ماه دوم سال رسید و در بازار بالای 15,000 تومان معامله شد. قیمت طلا در بازار جهانی طی هفته گذشته به بالاترین سطح در 11 سال گذشته رسید. طلا دارایی امنی محسوب می شود و هر گونه تهدید غیر اقتصادی می تواند جریان سرمایه را به این بازار سوق دهد. در ایران هم قیمت طلا همین روند را دنبال کرد، به نحوی که هر سکه تمام بهار آزادی نزدیک به 6 میلیون تومان فروش رفت. فعالان اقتصادی حالا نگران آن هستند که شیوع ویروس کرونا از کسب و کارهای کوچک و متوسط به بنگاه‌های بزرگ و نظام بانکی منتقل شود. حتما ما در ماه‌های بعد از سال با یک حجم عظیمی از تعهدات نکول شده و نمی‌دونم تعهدات ایفا نشده مواجه خواهیم شد. من فکر می‌کنم نیاز به نقدینگی و سرمایه درگشت کسب و کارها خیلی جدی‌تر از این حرف هاست. فقط با وعده به اصطلاح عقب انداختن گرفتن مطالبات حل نمیشه. درخواست ما از دولت اینه که بخشی از مطالبات بخش خصوصی رو بهشون بده که بتونن نقدینگیشون رو حداقل به صورت علل حساب. پرستاران و پزشکان در سراسر ایران فداکارانه در حال مبارزه با ویروس کرونا هستند، اما وضع پشتیبانی از آنها از جمله ایجاد قرنطینه یا تخصیص امکانات مورد نیاز با انتقاد جدی روبرو شده. بعید است در چنین شرایطی تدبیری برای مهار پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا در بین باشد. شیدا هوشمندی، BBC. دو مهمان داریم، محمد رضا سبزعلی پور تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از تهران با ما و همینطور هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه برندایز از بوستون آمریکا. آقای کهالزاده، کدام بخش از اقتصاد ایران بیشتر در معرض آسیبه؟ شاهد تغییر مزیت‌های اقتصادی بودیم به خاطر این اتفاقی که افتاده و همچنین در پاسخ به این مزیت انتخاب‌های مصرف کننده ها یا به عبارتی نوع به عبارتی انتخاب‌های اونا و ترجیحات اونا تغییر پیدا می‌کنه. این تغییر تقریبا میشه گفتش که همه اقتصاد ایران در بر می‌گیره، بخش قابل توجه اقتصاد ایران در بر می‌گیره، خصوصا بخش خدمات رو. ما مشکل اساسی اگه بخوام بگم این هستش که در کنار هزینه‌هایی که این اتفاق داره، این هستش که یک عدم اطمینانی شکل می‌گیره و این عدم اطمینان منجر میشه که ما شاهد تشدید رکود تورمی باشیم تو کشورمون، به دلیل اینکه بی‌ثباتی هست، چشم‌انداز روشنی وجود نداره، دسترسی به منابع پولی و منابع مالی نیست، میدونیم ارز دسترسیمون محدود شده و همونطور مزیت‌های اقتصادی تغییر کرده. اینا همه هزینه‌های تولید بالا میبره، همه اینا به هزینه‌های تامین مالی رو افزایش میده برای بنگاه‌ها و چون چشم‌انداز مصرف کننده یا خریدی نیست، هم به تبع تولید کاهش پیدا میکنه و ما به عبارتی رکود تورم تشدید میشه در یک بستری که ما این چیز حدود مثلا از فروردین گذشته در سال 98 شاهد شوکای بسیار منفی بودیم، به شوکای منفی سیاسی بودیم که بخشای مختلف جامعه هر کدوم چند تا از اینا رو خلاصه دریافت کرده و موضوع تعلم شده و به عبارتی اون چیزی که بهش میگن با توانایی یا اینکه تاب‌آوری جامعه ایران رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار داده و نمیتونه علی‌القاعده اون اندازه‌ای که بایستی تلاش بکنه جواب بده به این شوک‌ها به صورت نرمال به سایر کشورها پاسخ بده. بنابراین ما با کیسی مثل چین یا مثل امریکا روبرو نیستیم. ما به مراتب بدتر از اون کشورها هستیم، دولت هم ناتوانه، عدم اطمینان هم به دولت وجود داره و همه اینا این اثرات منفی تحریما رو، اثرات منفی این بیماری رو به شدت بالا میبره و تشدید میکنه. آقای سبزعلی پور، شما هم با این ارزیابی تیره و تار موافق هستید؟
نام یاد خدا بابا سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. البته ارزیابی دوست مهمانمون در برنامه خیلی به قول شما تیره و تار بود و یک جوری ترسیم کردن که اگر کسانی از بیماری کرونا خیلی ناامید بودن الان ناامیدترم شدن. البته نه اینکه اوضاع خوبی باشه، ولی باید خدمتتون عرض بکنم که بحث فشارهای بین المللی و تحریم‌ها که از سابق بود و فشار رو بر روی مملکت ما گذاشته بود، بحث فشارهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی داخلی رو هم که داشتیم ما، که یک بخشیش برمیگرده به سوء مدیریت ها که نمیشه منکرش شد، اینها از یه طرف، حالا کرونا هم اضافه شد و شد مزیدی بر علت و اقتصادی رو که در رکود و تورم و یک سری مسائل دیگه بود رو بهش دامن زد و اون هم در این برهه از زمان که همه به دنبال این بودن که حداقل بتونن کسب و کاری داشته باشن، متاسفانه اونها رو با بحران جدی مواجه کرده. این یک بحث انکارناپذیریه که ما الان درش هستیم. این که خدمت شما عرض کنم کرونا در ایران به هر صورت با کشورهای دیگه متفاوته، خب هر کشوری ساختار خودش رو داره، ما ساختارمون جداست، چین ساختارش جداست، خدمت شما عرض کنم کشورهای دیگه جداست، اصلا قابل قیاس با هم دیگه نیستن. اما به هر صورت در یک چیز مشترک هم، اونم این بیماری است که الان اینجا شیوع پیدا کرده و باید باهاش مبارزه کرد. صحیح. کشور ما الان در حال حاضر دچار این بیماری شده. درسته که دیر این قضیه رو خدمتتون عرض کنم که بهش پرداختند و یه مقدار اولش خیلی با خوشبینانه بهش نگاه کردند و راحت گرفتن قضیه رو، ولی خب وقتی که اوضاع بحرانی شد شروع کردن برای مبارزه با این قضیه و سوار کار شدند، به خوبی هم سوار شدن الان، ولی کار به جایی رسیده که امروز نماینده بهداشت جهانی هم در تهران اذعان کرد به این قضیه که پیشرفت‌های اقدامات بهداشتی ایران قابل ستایش و ستودنی است. این خوبه. آقای کالزاده، آقای علیپور، در نهایت به نظر میاد که خیلی اختلافی با شما ندارن. در هر صورت چه اقدامی باید در اولویت قرار بگیره؟ استاد من آقای دکتر معاون رضوی که من در خدمتتون هستم در دانشگاه برندایز، دو مورد رو حالا با من تیتراشو عوض میکنم. یکی به هر حال بحث سیاست‌های انبساطی که دولت باید داشته باشه در حوزه مالی و کمک بکنه. بحث نقدینگی رو ما داریم، مشکل نقدینگی هست، بنگاه‌ها دارن مشکل منابعی که هست اونا دسترسی براش دارن، چرخه این تولید و میدونیم بخش قابل توجهی از حتی تولید داخلی هم وابسته به واردات هست که واردات هم نیاز به پول داره، به عبارت دلار داره و هم مواد تجهیزاتی که لازم هست الان تولیدش و دسترسیش محدود شده. خب دولت نیاز داره که سیاست حمایتی داشته باشه، در به عبارت سیاست انبساطی مالی داشته باشه، در کناری که سیاست حمایتی مشخصی هم داشته باشه برای اقشار خاص جامعه. ما میدونیم که اتفاقی که در مورد کرونا افتاده بخش بسیار بزرگتری از جامعه ما رو فقیرتر خواهد کرد، متاسفانه به دلیل اینکه هزینه های خانوار افزایش پیدا میکنه، به دلیل اینکه ممکن شغلش از دست بده و همه اینها یا خدا نکرده اتفاق ناخوشایندی برای از دست دادن اعضای خانواده اتفاق بیفته و همه اینا میتونه که بخش آسیب پذیر جامعه رو پرت کنه به زیر خط فقر و طبقه متوسط ایران رو ضعیف بکنه. بنابراین دولت موظف هستش که سیاست حمایتی و سیاست انبساطی داشته باشه برای اینکه شرایط حفظ بکنه و حالا میتونه با تاخیر انداختن بعضی از تعهداتش باشه، موافقاتی که طلب داره و یا مطالباتی که نیاز داره، یا اینکه کمک مالی بکنه برای بنگاه‌ها، ولی میدونیم و باید درک بکنیم که دولت هم شرایط بسیار نامناسبی داره، چه حوزه نفت دسترسیش با کاهش قیمت نفت، کاهش رشد اقتصادی جهان به شدت کم شده و چه مالیات ها وضعیت بسیار بدتری خواهد داشت برای تامینش اینها و هزینه های خود دولت هم افزایش پیدا کرده. ولی و از متاسفانه ما میدونیم که IMF صندوق بین المللی پول 50 میلیارد دلار تصویب کرده که کمک بکنه و 10 میلیارد دلار این کمک برای کشورهای آسیب پذیری هست مثل ایران و من نمیدونم که آیا واقعا این امکان پذیر خواهد بود که ایران بتونه بخشی از این 10 میلیارد دلاری که با نرخ بهره صفر هست دریافت بکنه. ولی در هر صورت دولت باید تلاش بکنه که علارغم همه مشکلاتش با این دو سیاست حمایتی اجتماعی و سیاست انبساطی بخشی از این
مشکل رو به تأخیر بندازه و امیدوار باشیم که انشالله توی اواسط می، مثلا ماه می، این مشکل برطرف بشه، کاهش پیدا بکنه عوارضش. آقای علیپور، چیزی هست که شما رو خوشبین بکنه، باعث امیدواری شما باشه؟ خدمتتون عرض بکنم سوالی که شما میپرسید یه دفعه منحرف میشه و یک پاسخ دیگر رو نیاز داره که به شما من بدم، ولی میخوام ابتدا عرض بکنم که بحران کرونا در ایران دو بخش داره. یه بخشش بین المللیه که مرتبط میشه به اون همکاری های بین المللی، مرتبط میشه به اتفاقاتی که باید نسبت به روابط ایران با جهان خارج بیفته. یه بخشش مربوط میشه به دولت و کارهایی که در داخل ایران بایستی انجام بده. این بخشی که مربوط میشه به جهان خارج این استش که کرونا مربوط به ایران، خدمت شما عرض کنم، چین یا کره جنوبی نمیشه. یک بحرانی است که امروز خود شما اعلام کردید 90 کشور دنیا رو درگیر کرده و وقتی 90 کشور دنیا است، بحث جان انسان هاست. ما راجع به جان انسان ها داریم صحبت میکنیم و در ارتباط با این قضیه که جان انسان ها مطرح هست، کشورها و دولت ها بایستی دست به دست هم بدن تا بتونن نسبت به این قضیه فائق بشن و مشکلات بیماری کرونا رو حل بکنن. یک بخش دیگه‌اش برمیگرده در ارتباط با ایران و اون هم بحث انسان دوستانه است که با توجه به فشارهای بین‌المللی که بر علیه ایران بوده، اون فشارها رو تا حدودی بتونن از روی ایران بردارن. تحریم‌هایی که بوده، مشکلاتی که بر ما وجود داشته، اونها رو بتونن کاهش بدن. یک بخشش اونه و یک بخشش حالا برمیگرده به اینستکس. اگر اینستکسی که اصلا چشممون آب نمیخورد که این اینستکس از ابتدا بتونه یک اتفاق خاصی ازش یا آبی ازش گرم بشه، اون رو اگر میتونن فعالش بکنن که حداقل واردات و کارهای بین المللی فعالان اقتصادی از اون طریق بتونه انجام بشه. یک بخش دیگه‌اش این هستش که رسانه‌ها و کشورهای دیگه خارجی از این بحران به عنوان اینی که بتونن بین مردم ایران و خدمت شما عرض کنم که دولت یا نظام تفرقه بیاندازن که این اتفاقات به وجود اومده، از این استفاده نکنن، بلکه فقط هم مقام بر این باشه که بتونن بر مشکلات این قضیه فائق بشن. منتهای مراتب در ارتباط با بحث اقتصاد اگر بخوایم صحبت بکنیم، خیلی از کسب و کارها ضرر دیدن، نمیشه دونه دونه اسم آورد. فقط میتونم بگم جز مواد غذایی و مواد شوینده و بهداشتی و خدمت شما، بعضن پزشکی ها و اونایی که با سلامتی سر کار دارن، مابقی صنوف و کسب و کارها از تولید گرفته تا خرد گرفته، خدماتی ها گرفته، ضررهای هنگفتی دیدن، از بخش حمل و نقل، فرودگاه، هتل ها که الان خیلی از تورها کنسل شده، اصلا هتل ها با 0% حتی دارن کار میکنه، چراغا خاموش شده. اینها نمیتونه، من امروز داشتم قدم میزدم تو خیابون، سررسید فروشی هایی که همیشه برکشونشون بود، مثلا این موقع از سال تقویم، حالا این یه چیزای هدایایی بود، دیدم که اصلا کسی توی این مغازه ها دیگه نیست، این همه چاپ کرده بودن به امید اینکه شب عید بتونن این کار رو انجام بدن. متاسفانه بازار، لباس ها، مال ها، تمام این مال های بزرگی که به امید حالا این موقع میتونستن، همه خلوت شده و کسانی که باید میرفتن مثلا دارم میگم لباس یا کفش یا حالا هر چیز دیگه ای خرید بکنن، امروز با ضررهای بزرگی مواجه هستن که اینجا دولت باید وارد بشه. دولت باید وارد بشه که چه باید بکنه، که یک بخشش رو حالا مهمان برنامه‌تون در ارتباط با این قضیه، یک بخشمون آقای دکتر به حساب فرمودن از بابت اینکه پول چاپ بکنه یا کارهای دیگه انجام بده. ممنون. ولی دولت، عرض بکنم، دولت میتونه در ارتباط با این قضیه وارد بشه و یک سری همکاری ها رو با کسب و کارها انجام بده، از سازمان مالیاتی گرفته که بدونه در این برهه از زمان خیلی کسب و کاری صورت نگرفته که بخواد مالیات رو بر اینها به حساب. سپاسگزارم، خیلی ممنونم، وقتمون به پایان رسید. ممنونم از محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از تهران با ما، و هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه براندایز از بوستون با ما. رسانه‌های آمریکایی از حبس خانگی سه شاهزاده پرنفوذ سعودی خبر می‌دهند. محمد بن نایف ولیعهد پیشین و احمد بن عبدالعزیز پسر پادشاه اسبق از جمله حبس شدگانند. گفته می‌شود که محمد بن سلمان دستور حبس خانگی آنها را داده تا پایه‌های قدرت خود را تقویت کنند. سیاست‌های محمد بن سلمان در رابطه با یمن و ایران و همچنین اصلاحات فرهنگی و اجتماعی او در میان اعضای خانواده سلطنتی منتقدان با نفوذی دارد. مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک، از واشنگتن با ما هستند. آقای بروجردی، دلیل این اختلاف ها در میان خاندان حاکم در عربستان سعودی جنگ قدرت بین چند نفره، یا اینکه اختلاف نظر هست بین دو دیدگاه، مثلا سنتگراها و نوگراها؟ فکر میکنم که بیشتر جنگ قدرت هست بین افراد. به نظر میاد که آقای
محمد بن سلمان همونجوری که یادمون هست ایشون 4 سال پیش به مقام ولیعتی رسیدن و 3 سال پیش یک سری از افراد بسیار مهم و شاهزاده های مهم عربستان رو برای مدتی در هتل بازداشت کردن، پول ازشون اخاذی کردن و حالا به نظر میاد که با دستگیری عموی خودشون، جوانترین عموشون آقای احمد بن عبدالعزیز و همچنین ولیعت پیشین محمد بن نایف به عنوان 2 نفری که میتونن در صورت مرگ ملک سلمان کسایی باشن که ازشون نام برده شده بود به عنوان یک مانعی برای اینکه محمد بن سلمان بتونه تمام قدرت رو در دست خودش قبضه بکنه، به نظر میاد ایشون کار پیشگیرانه کرده و این 2 نفر رو فعلا دستگیر کرده. این نگاهی که محمد بن سلمان داره از خودش سعی میکنه که یک چهره نوگرا با دید باز، با دیدگاهی بسیار روشن نشون بده، این آیا مورد حمایت و مورد پسند چهرهای پرنفوذی هست که الان از دایره قدرت خارج شدند؟ ببینید، کارهایی که ایشون کرده خیلی بحث انگیز بوده. برای مثال همین الان به خاطر مسئله کرونا، ویروس کرونا، خب حج رو منع کردن ولی هنوز چیزهای مانند سینما و این اجتماعات این شکلی رو که حالت فرهنگی یا به صورت تفریحی دارن رو باز گذاشتن که خب این صدای اعتراض افراد محافظه‌کارتر هم جامعه و هم خاندان سلطنتی آل سعود رو برآورده. آقای احمد بن عبدالعزیز فکر میکنم مهمترین چهره‌ای بوده، کسی بوده که واقعا از یک وجهه خاصی در کل این خاندان آل سعود برخوردار بوده و با در نظر گرفتن این خب سنت این بوده که از ابتدای تأسیس کشور عربستان تا به امروز همیشه فرزندان ملک عبدالعزیز این شغل رو باید در دست بگیرن، به نظر میاد که این اقدام که امروز انجام شده واقعا یک اقدام پیشگیرانه هست و فکر میکنم با در نظر گرفتن وجهه احمد بن عبدالعزیز احتمالاً به صف مخالفین محمد بن سلمان در درون خانواده سلطنتی اضافه خواهد کرد. احتمال اینکه محمد بن سلمان دچار مشکل بشه چقدره؟ به نظر نمیاد ایشون فعلا واقعا با مشکل عدیده روبرو بشه. ببینین، این به نظر میاد کارهایشون از یک راز حساب شده است. محمد بن نایف برای مثال کسی بود که خب خیلی به منابع اطلاعاتی امریکا نزدیک بود به خاطر شغلی که قبلا داشت، هم وزیر دفاع بود یه مدت، هم یه مدت هم همونجوری گفتن ولیعهد بوده. بنابراین محمد بن سلمان ایشون رو به عنوان یک رقیب حساب میکرد. احمد بن عبدالعزیز مدتی در اروپا بود، رفت آمدش به عربستان رو بهش اجازه داده بودن ولی چون یک حرف انتقادی زد در رابطه با جنگ یمن که زیاد به مزاق آقای محمد بن سلمان خوش نیامد، به نظر می اومد که ایشون رو هم سعی کردن ایزوله بکنن در کاخش، ولی تا به حال ما نمونه ای نمی بینیم، یعنی واقعا مطلبی نیست که نشون بده که یک مخالفت همه جانبه ای با محمد بن سلمان در جریان. اگر اخبار و شایعات در رابطه با مرگ ملک سلمان جدی باشه، اون وقت باید دید که ایشون چه شکلی این دوران گذار رو میتونه رهبری بکنه. ممنونم از مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ورجینیا تک از واشنگتن با ما. 3 روز مانده به موعد آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهوری میگوید که هیئت مذاکره کننده دولت تا 10 مارس آماده گفتگو با طرف مقابل خواهد بود. آقای غنی میگوید که اعضای این هیئت باید مدافع قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی افغان ها باشند. در این مذاکرات قرار است طالبان و نمایندگان دولت درباره مسائل مختلف از جمله برقراری آتش‌بس دائم بحث و گفتگو کنند. بر اساس موافقتنامه دوحه میان آمریکا و طالبان قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی قرار بود 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی دولتی که در بند طالبان هستند رها شوند. داوود غاری‌زاده همکارم اینجا در استودیو با من. داوود، اول ظرف این 2-3 روز آیا نشانه‌ای از این دیده میشه که این تعداد زندانی که اشاره شد که در توافق نامه هم ذکر شده آزاد بشه؟
نه هنوز هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم، ولی آنگونه که آقای غنی هم گفته آزاد کردن این تعداد زندانی کار بسیار سخت است. حتی وقت اینا 900 زندانی را چند وقت پیش آزاد کردن، مدت ها طول کشید تا سوابق از اینا را بررسی کنن و بعد اینکه مطمئن شون اینا دوباره به جبهه بر نمیگردن. عین نگرانی ها فعلا هم وجود داره و آقای غنی خودش بارها گفته که این کار آسان نیست و این مسئله هست که نباید به عنوان پیش شرط برای آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان مطرح شود. تأکید مشخص و مسلم گروه طالبان این بوده که دولت فعلی افغانستان تحت رهبری اشرف غنی رو به رسمیت نمیشناسه. در این شرایط وقتی که آقای غنی میگه هیئتی رو موظف خواهد کرد و این هیئت با طالبان وارد گفتگو خواهد کرد، وارد گفتگو خواهند شد، عملی است؟ آیا طرف مقابل قبول میکنه؟ سوال خیلی بزرگه هست و هنوز ما نمیدونیم که طالبان با وجود تأکیدی که همواره داشتن و گفتن که به هیچ وجه دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسن و بنابراین هر تیم یا هر هیئت مذاکره کننده که به رهبری دولت افغانستان باشه اینا حاضر نیستن با اینا مذاکره کنن. ولی در چند روز گذشته ما یک نوع نگرانی هایی که از طرف آمریکا مطرح شده، اخیرا ما امروز در واقع بعضی از مقام های آمریکایی آمدن با خبرگزاری آمریکا و رسانه های آمریکایی صحبت کردن و گفتن که طالبان قصد برای اجرای این موافقتنامه ندارن و در صدد ازی هستن که این موافقتنامه نقض شود، که بلافاصله سخنگوی طالبان در دوحه قطر آمد و واکنش نشان داد و گفت که اصلا همچون چیزی نیست و اینا خیلی پایبند هستن و ظاهرا به نحو خواستن فشار بیارن سر طالبان هم که به یک بخش دیگه از توافقنامه که باید وارد مذاکره با دولت افغانستان شون شاید احتمالاً اومدن این مسائل رو مطرح کردن. ولی در مجموع نگرانی‌های خیلی زیادی در رابطه وجود داره. دولت افغانستان هم همیشه تاکید کرده که طالبان باید فقط بیا با دولت افغانستان و با تیم مذاکره کننده که به رهبری دولت افغانستان است باید بنشینن و صحبت کنن و در مورد مسائل که مربوط به دو طرف میشه صحبت کنن و به یک توافق برسن. وقتی موضوع آزادی زندانیان رو در کنار موضوع گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان میگذاریم، هیچ امیدی میشه بس به پیشرفت این مذاکرات در هفته های آینده؟ مذاکرات افغانستان چون هنوز آغاز نشده، مذاکرات رسمی صلح بین طالبان و دولت افغانستان مثل هر مذاکرات دیگه که در کشورهای مختلف در جهان که شبیه افغانستان وضعیت جنگی داشته، مثلا کولومبیا یا ایرلند شمالی یا هر جای دیگه که نمونه هایش شما نگاه کنید، یک پروسه و یک روند خیلی خیلی طولانی است و آنگونه که بعضی از افغان ها ابراز امیدواری کردن که ممکنه که در ظرف 5-6 ماه آینده دو طرف اگر مذاکرات آغاز شود به توافق برسند، خیلی خیلی بعید است که در 5-6 ماه آینده اینا بتونن به یک توافق برسند. یک روند خیلی طولانی که احتمالاً سال‌ها هم طول خواهد کشید. ولی چیزی که مهم است این هست که اگر این تیم آماده شده، مذاکرات اگر شروع شد، مسائل خیلی زیاده هست در اونجا، از قانون اساسی افغانستان گرفته نیروهای امنیتی و ساختار نظام آینده افغانستان، که اینا موضوعات است که ماها طول می‌کشه تا در مورد از این دو طرف صحبت کنند و بحث کنند و همینطور آزادی‌هایی که در 18 سال گذشته افغان‌ها به دست یافتند مثل حقوق زن و حقوق کلن مردم افغانستان که در گذشته در تحت تسلط طالبان از اون محروم بودن. ممنونم از داوود قاری‌زاده و ممنونم از شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. ده ها